احتمالا شما هم به صورت ماهیانه یه هزینه تیغ و ژیلت و فوم و این حرفا برای شیو و اینا نیاز دارید تو طول ماه. اگه میخواید تو این هزینه ها صرفه جویی کنید، مستند پلنترز 2 رو ببینید. مستند پلنترز 2 با نمره 9.5 بالاترین، یعنی تاپ رنک سریال های سایت آی ام دی بیه. جالبه که پلنترز 1 که سال 2006 اومده بود چهارمه، اون وسط سریال باند آف برادرز و گیم آف ترونز دوم و سوم هم. مستند پلنترز یه جورای کتاب مقدس مستند بازاست، یعنی اگه میخواید وارد دنیای مستند و این حرف شید، این درشه. تصویرهایی که بی بی سی توی مستند نشون میده بعضی وقتا من رو به شک میندازه که اصلا با اون حیوونه مثلا هماهنگ کردن، مثلا اژدهای کومودو مثلا قرارداد داره با بی بی سی، مثلا اون کارو بعد میکرده اونجا نگاه میکرده. مثلا ماهیه دقیقا میدونه کی بعد آب بپره بیرون، یه حرکت خیلی فضایی کنه که تصویر برداره بی بی سی اون تصویر زیبا رو بگیره. استفاده از موزیک، تصویر برداری و ادیت بی نظیری که توی این مستند هست، من اصلا رقیبی براش ندیدم هیچ جا. مستندهای پلنترز اصلا زیادم مثل مستند نیستن که مثلا کانال 4 بزنید حوصلتون سراره یه راوی داشته باشه. یه جوری صدا گذاری کردن، یه جوری ادیت کردن، یه جوری تصویر برداری کردن و یه چیزایی نشون میدن که در حد یه فیلم هالیوودی براتون جذابه که مثلا پیوونه الان میخواد چیکار کنه یا الان میخواد چجوری بچهشو به دنیا بیاره، اصلا جذابش میکنن. بعضی وقتا هم با همین تصاویری که دارن و موزیکی که میذارن یه حالت کامیک و خیلی کیوتی به حیوونا میدن و خیلی بامزه اون قدرت لایف رو کره زمین رو قشنگ بهتون تفهیم میکنه، قشنگ یعنی بیفته براتون ابهتش. شات بعد شات این مستند تصاویر خیلی زیبا و خیلی مجستیکی و تصاویر خیلی بزرگی از کره زمین و از حیوونا و اون لایفی که روی کره زمین هست رو بهتون نشون میده، یه جوری که اصلا دهنتون باز میمونه. هر قسمت این مستند فوکوسش روی یه چیزه، جنگل، دریا، کوه، هر کدوم از این بچهای کره زمین رو به زیباترین شکل ممکن نشون میده. بعد از دیدن هر قسمت از این مستند آدم واقعا افتخار میکنه رو که روی کره زمین داره زندگی میکنه و به زیباییش واقعا تعظیم میکنه و جنگ و کشتار و سیاست و دولت ها اینا رو همه رو خیلی کوچیک میشن براتون، اصلا فراموشش میکنم. امتیاز من به این مستند بدون شک 10. کسایی که مستند دیدید برام کامنت بذارید. مرسی.